میکروفین کارت در خدمت شما هستیم. طرز تهیه خورشت قارچ: من مواد لازم: دو عدد هویج، دو عدد سیب زمینی، دو تا سه برگ کاهو، یک عدد قاشق غذاخوری روبه گوجه، یک عدد گوجه، یک عدد فلفل دلمه ای، یک عدد پیاز و به مقدار 250 گرم مشروم یا قارچ، یک عدد فلفل تند اسپایسی و 4-5 تا عدد پیازچه. و ادویه‌جاتمون هم که فلفل تند و فلفل سیاه، پودر پاپایا، ادویه، زردچوبه، نمک، یک قاشق چایخوری اضافه میکنیم. حالا من اول یکی از سیب زمینی ها برمیدارم، پوست میگیرم و اول ما برنجمون رو درست میکنیم، بعد میریم سراغ خورشتمون. یک عدد سیب زمینی من پوست میگیرم، حلقه حلقه میکنم، تای قابلم هم میچینم و بعد برنجی که از قبل خیس کرده بودم میریزم و بعد به اندازه یک لیوان آب من روی برنجم رو آب میذارم. من حالا اینو انجام میدم، بعد به شما نشون میدم. من سیب زمینی رو تای قابلم هم گذاشتم، میتونیم ببینیم. حالا من برنج رو اضافه میکنم. خب حالا ما پیازمون رو گذاشتیم، طلایی شده. حالا ما هویج و فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی و مشروممون رو حلقه حلقه یا به صورت همین حلالی یا رنده به پیاز اضافه میکنیم. خب حالا ما موادمون همه با هم قاطی کردیم، میتونید شما ببینید. کاهومون هست، مشروممون، فلفل دلمه‌ای، پیازچه، پیاز، فلفل تند، همون مواد با هم قاطی شده. دوست دارین اگه خواستین هویج رو حلقه حلقه کنین، دوست داشتین اسلایسیش کنین یا نگینی، همچنین فلفل تندتون، فلفل دلمه‌ایتون. حالا ما اینو یک لیوان آب بهش ادویجاتی که ما اضافه کردیم یک لیوان آب اضافه میکنیم و حالا یک قاشق غذاخوری رو به گوجه اضافه میکنیم و اینو وسط میذاریم. رو به گوجهمونو خودش کم کم پخش میشه به کل سطح قابلمه. حالا در اینو میذاریم و میذاریم که قشنگ پخته بشه. ادویجاتمونم که قبلا توضیح داده بودم که نمک، فلفل، فلفل سیاه، نمک، زردچوبه، ادویه و پودر پاپایا که خیلی خوشمزه هستش، غذا رو خیلی لذیذ میکنه. و ما قبلا بهتون گفتیم که پیازچه اینا باید داشته باشد. من پیازچه خیلی خوشمزه میکنه غذا رو. و حالا ما میریم که در قابلمون رو ببندیم تا حدود 25 دقیقه با شعله 2 آهسته جوش بیاد.